کپتان نیلوفر دختری که میگوید به دنبال آرزوهای پدرش پرواز کرده است. نخستین دوشیزه خلبان پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان. این خلبان هنگامی که 18 ساله بود به مکتب نیروهای هوایی آمد و در داخل کشور آموزش دیده است. این خلبان 23 ساله در حال حاضر در هواپیماهای بال ثابت و چرخ بال پرواز می کند. دختری که تصویر تازه ای از جامعه سنتی افغانستان به نمایش می گذارد. او 2 سال آموزش های فشرده را به سبک ناتو به پیش برده است و اکنون تورن قوای هوایی اردوی ملی کشور است. نیلوفر رحمانی نخستین دوشیزه خلبان است که در انتقال ارتشیانی که در نبردها کشته و زخمی می شوند نقش دارد. آغاز بامداد است و نیلوفر برنامه پرواز به سوی بدخشان دارد تا کشته شدگان و زخمیان را از فیض آباد به مرکز انتقال دهد. آمادگی ها گرفته شدند. نیلوفر بی‌صبرانه انتظار است تا پرواز کند و در این عملیات سهم داشته باشد. هیچ صبر کردن نمیتونم که زودی پرواز شروع شوه و برم و یک ریسک داره، یک خطر داره، اما فکر میکنم با او علاقه با او شوق که طرف پرواز میریم کل از اینا نادیده گرفته میشه. اما نسبت خرابی هوا پرواز به بدخشان معطل میشود. امروز پلان داشتیم به ولایت بدخشان بریم. یک تعداد از افسرهای ما در اونجا شهید شدن. از ولایت بدخشان اونا رو انتقال میدادیم به کابل که متاسفانه با نسبت خرابی هوا پرواز ما کنسل شد. نیلوفر پس از چند ساعت انتظار دوباره به پازگاهش برمیگردد. ما هم با او همراه هستیم. با همکارانش معرفی می شویم. همه همکارانش از شجاعت و توانایی خلبان نیلوفر سخن می زنند. دیر از روارا، دیر تکڑا پیلوت دا، ما پر افتخار دا، حتی دا مونگ دا کندک، دا قوی وی دا افغانستان، او دا تور ملت افتخار دا، چه وش کولای پدی مشکلات و پدی شرایطو که خپل هدف کوم ټاکلی او هغه ته ورسیږي. نیلوفر د همه حالات با همه دشواریهایی که در قوای هوایی بخصوص از لحاظ جوی اگر موجود هم بوده است هیچ وقت سر خم نکرده، همیشه با قوای هوایی همکار بوده و در دشوارترین حالت وظیفه خود اجرا کرده. حتی در پروازهایی که برای انتقال کازی وقت نگه پاسته شهید هسته برای دختر خانه ما اصلا اجازه نیسته، مگم خانم نیلوفر در انتقال شهید و زخمی و شیف هر روز میره پرواز میکنه. فرمانده واحد هواپیماهای بال ثابت میگوید که تلاش دارند که از نیلوفر به عنوان آموزگار برای آموزش خلبانان تازه کار کار بگیرند. چیزی پروازی که بچه ها اجرا میکنن، یعنی هیچ کمی و کاسی در پروازه از اون نیست و ما پروگرام رو برای از او داریم در میان دین زیک با ایسی معلم پیلوت با دزی در اصاندن شاگرده و یا با ما کمک. نیلوفر از فرمانده پازگاهش دستور میگیرد که به ولایت ننگرهار برود. تشکر. آماده می شود. اینجا با خلبان امراهش برنامه پروازش را ترتیب می دهد. ما به پرواز تیاری می‌گیریم، تقریباً این چیزها رو باید خانه پوری کنیم پیش از اینکه پرواز می‌ریم و اینا رو باید تسلیم اپریشن بتیم که مثلا ما کجا می‌ریم، در کدام استقامت می‌ریم و خدای نخواسته کدام اتفاق می‌افته اونا همگی با خبر هستن که ما کجا می‌ریم. خلبان نیلوفر آمادگی پرواز می‌گیرن و قرار است به ولایت ننگرهار پرواز کنن و ما هم در این سفر با خلبان نیلوفر پیش از پرواز خودش را مطمئن می سازد که هواپیما مشکل فنی ندارد. Okay, engine instruments all looks good. Password? We have a 24.5. Emergency power level. Okay, let's see. Why is doing that? Okay, emergency is normal. هوای نامناسب گاه گاه تعادل
هواپیما را بر هم می‌زند. هوا که زیاد گرم میشه بخصوص حالی که تابستان است، یک ذره تیاره زیاد تکان میخوره که خدا کنه شما نترسونه. نیلوفر از خاطراتش یاد میکند. در پروازی که به هرات رفته بوده است، مردم باور نمیکردند که یک دختر افغان این گونه پرواز کند. جالبترینش برای من یک پرواز داشتیم ولایت هرات و من چون در کبین بودم هیچ پایین نشدم مسافرین را ببینم از اونجا در بریف دادن و وقتی که در میدان هرات پایین شدیم برای من امون مسافرینی که همراه ما بود برای من میگه که این دخترک در این آفزا میتونن فکر کردن که من افغانی نیستم و من پیش رفتم همراهشون صحبت کردم و همون تو سلام علیکی کردیم. یک رقم به تعجب طرف من سعی کردن که افغانی هستی، گفتم ها من افغان هستم. بسیار برام جالب بود که گفتم یعنی اونا کسایی بودن که هیچ حالا هیچ ندیده بودن که اصلا یک خانم پیلوت هست پرواز میکنن. پدر نیلوفر آرزو داشت تا خلبان باشد اما به این آرزویش نرسید. اما دخترش این آرزوی پدرش را برآورده ساخت، آن هم در جامعه سنتی افغانستان. نیلوفر میگوید در این 5 سالی که مشغول خدمت در قوای هوایی افغانستان است با تهدیدهای زیادی روبرو شده است و تا خانواده‌اش نیز به خاطر وی به خطر افتادند. اما این خلبان جوان مصمم است که به کارش ادامه میدهد. در این پرواز این خلبان با تجربه همکار نیلوفر است. میگوید که 25 سال تجربه در نیروهای هوایی دارد. بسیار راحت میباشم چون یک پیلوت فرمان است، بسیار پیلوت فرمان است. دیگه من خیلی راحت میباشم، هیچ نمیکنم تشویش از دیگه پیلوتیش و از دیگه دیاقتش من ندارم. ماموریت امروز نیلوفر به پایان میرسد. قسمت جالب پرواز، خوشایند پرواز بر من قسمت نشست است و همیشه میخوایم در هر پرواز چالش بتو خوده که عزیز فکر باید دیولپ بهتر باشه. و دوباره به واحدشان برمیگردد. میخوایم فقط افغانستان کشور ما را در جایگاه ببینم، خانمایش را در جایگاه ببینم. بسیار بلند، بسیار بلند و خانمایی که هستن همیشه میخوایم میره ازشان که به خود باور داشته باشن، همیشه به خود چیزی را که میخواین در جستجوش برن، هیچ وقت خود ضعیف احساس نکنن. یعنی انسان موفق کسی است که به پی آرزوهای خود بره و او را پورا بسازن. با خلبان نیلوفر یک جا دوباره به پازگاهش میرویم. صبح مامی خاطر برشان هم گفتیم کارتابت مرتون؟ همکارانش پروازهای شب هنگام را ترویج می کنند و به همین منظور همه روی همین برنامه صحبت می کنند. خلبان نیلوفر در آغاز سال روانه میلادی جایزه زن شجاع جهان را از وزارت خارجه آمریکا دریافت کرد و به تازگی مجله بلد آلمان نیز وی را زیباترین خلبان زن در جهان معرفی کرد. نیلوفر 2 ماه پیش توانست سند فرماندهی عمله را به دست آورد. او حالا فرمانده عملی پرواز است و برخی اوقات کسانی با عنوان پیلوت دوم یا کوپیلوت با وی پرواز میکنند که به گفته خودش همسن پدرش هستند. خلبان نیلوفر میگوید تلاش خواهد کرد تا توانمندی زنان افغانستان را به جهان نشان بدهد. هر موانعی که باشه، هر دیوارای بلندی که در پیش روی ما قرار بگیرن فکر نمی کنم موانعی رای ما شود و انشالله ایره ادامه میتونم و میخوایم که یک خانمایی که پشت سر من میان، خانمایی که میخوان رای ما رو تعقیب کنن، به اونا جرأت از ایره بسوم که اونا به اندازه کافی قوی هستن و میتونن بهتر از اینا رو انجام بدن. همانند نیلوفر اکنون زنان زیادی در چارچوب نیروهای امنیتی افغان از سرباز گرفته تا فرمانده و حتی نیروهای ویژه کماندو خدمت میکنند. کیدوی چی په داینده دوه کې هڅومه جنکی چوی غادیش میوبانی دی وکي قوای هوایی دی په مخ باندې خلاصه ده موږ شواهد ورته آماده کو. این خلبان جوان الان میتواند خلبان های تازه وارد را نیز آموزش بدهد. خانمای افغانستان توانایی از این را دارند که بهتر از شاید کشورهای همسایه ما توانایی ها را داشته باشند و بسیار استعدادایی داریم که اونا تا حال یعنی برتان بگویم که آشکار نیست.
اگر اونا شناخته شوند و اونا را سرشان مصرف شوند و لیاقتی که دارن، مطمئن هستم که انشالله بهترین ها خواهد بودند. اکنون در میان 18 خلبانی که در هواپیماهای ترانسپورتی پرواز میکنند، 3 دوشیزه نیز با آنان همکار هستند. خلبان نیلوفر میگوید مثل هر سرباز دیگر، دین، کشور و وظیفه‌اش مهمترین چیزها در زندگیش هستند و تلاش میکند با در نظر داشت موازین اسلامی وظیفه‌اش را به پیش ببرد.